پیشنهاد کاهش 10 میلیون و 11 میلیون هر دوش مطرح است که داره بحث میشه که برای اوپک و غیر اوپک، و این غیر از اون نیست که قرار است که توسط کشورهایی که تا الان با اوپک همکاری نداشتن مثل نروژ، برزیل، کانادا و خود حتی ایالات متحده آمریکا اونها هم کاهش بدن، اونها هم چون اعلام آمادگی کردن و در این اضافه میشه بر این رقم کاهش ها. اما مسئله که از این است که این قرار است که از ماه می و جون این ماه 10-12 میلیون رو داشته باشیم، بعدش از جون تا از جولای تا پایان سال 2020 8 میلیون کاهش داده بشه که بر سر این اختلافی نیست، و بعدش از ژانویه 2021 تا آوریل 2021 6 میلیون بشکه. ولی اون چی که مهمه این است که در ماه می به دلیل مسئله بیماری ویروس کرونا ما برآورداری که دبیرخانه امروز داد این است که 15 میلیون اگر کاهش ندیم اضافه عرضه نسبت به تقاضا خواهیم داشت که این بر هر حال بازار دچار یک شوک جدی خواهد شد در نظر قیمتی. به هر حال هنوز بر سر این که 1 میلیون بحث است که به نظرم نتیجه میده. ما در این روزهای گذشته تلاش زیادی کردیم که بین اعضای اوپک و غیر اوپک یک توافق‌های صورت بگیره. الحمدلله الان تا 80% اون عدم همانگی‌هایی که بود مرتفع شده، 15% مونده. یکیش هم پایه کاهش تولیده که پایه کاهش تولید چی باشه، کدام ماه باشه و چه مقادیری باشه، که اینها تقریبا 20 و چند کشوری که در واقع در اون بحث اوپک و اوپک پلاس هست مجموعشون این مقدار رو کاهش میدن. اگر 10 میلیون باشه کاهش، 22% هر کشوری باید کاهش به دعوت ایران و ونزوئلا و لیبی هم به طور طبیعی به دلیل مشکلاتی که دارن مستثنا هستند.